ذخیره‌های طلای تاجیکستان به کجا می‌روند؟ ساکن تاجیکستان، در یگان وجه حجابم را به در نمی‌کنم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از ترکیه خواسته است که شهروندانش را در تاجیکستان بعد از دراری فلوس‌های قیمت‌بها نقره و طلا با سرعت تیز افزایش می‌یابد. طبق اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان، استحصال طلا در 8 ماه سال جاری نظر به دوره مذکور سال گذشته به مقدار 21% و استحصال نقره به مقدار 92% افزایش یافته است. انتظاری می رود که از حسابی بکار در آوردن قوه های نو در سال 2022 حجم استحصال سالانه طلا نظر به نشان دادی سال 2012 7 برابر زیاد می گردد. در جمع‌بست سال 2012 جمع‌آوری طلا در کشور زیاده از 2.4 تن را تشکیل کرده بود. در وزارت قید نمودند که در قعر زمین جمهوری ذخیره های حجم کلان طلا جایگیر شده است. اکتیف های طلایی تاجیکستان 137 کن طلای صنعتی به حساب گرفته شده و 127 کن طلای غیر صنعتی به قید گرفته شده است، گفته می شود در سند. باید قید نمود که لیسانسی کارکرد فلزهای قیمتبها در تاجیکستان اساساً بر دوش شرکت های چینی می باشد. با وجود این، تاجیکستان از کشورهای قشاق‌ترین در منطقه به حساب رفته. تا حال در اکثریت محل‌های زیست قوه برق وجود ندارد. به 43% اهالی آب نوشاکی دسترس نیست. همگی 22% اهالی تاجیکستان در سطح میانه زیست قرار دارد. فایده از معدن‌های کندنی به کجا می‌رود؟ به کسی معلوم نیست. یادرس میکنیم که طبق اسلام همه ذخیره های معدنی کندنی به امت اسلامی تعلق دارد و فایده ای که از این معدن های کندنی به دست می آید در میان شهروندان دولت تقسیم کرده می شود. در شمال تاجیکستان کارمندان میلیسا به جای استقامت کنی بی‌وزن در آمده از او بدر کردن حجاب را طلب نمودند. با تحریریت آژانس اطلاعاتی آسیا پلوس، ساکن محلی نرگس قربانوه با شکایت مراجعه نموده است. به جای زیست من دو کارمند میلیسا به آگاهی زده در آمدند که یکی از آنها ناظر منطقه بود. زمان ناظر منطقه به جای زیستم آمده از من طلب کرده بود که طبق قانون حجاب پوشی من است و من باید آن را بدر کنم. در آن وقت من به او گفتم که قانون زیرین در قانونگذاری وجود ندارد و من حجاب را در یگان وجه بدر نمی کنم، زیرا انتخاب من همین است و مرا الله به این امر نموده است. ناظر منطقه به من چیزی نگفت و از جای زیستم برآمده رفت. اکنون باشد با یک کارمند میلیسا به جای زیستم زده در آمده با سخنهای قبیح دشنام دادند و مرا همراهی پسرم مجبور کردند که به شعبه میلیسا رویم، وگرنه مرا به زندان روانه میکنند، میگوید او. زنی ناترس خودش را گم نکرده در حال به تلفن باوری اداره وزارت کارهای داخلی ولایت سغد به رقم 6-22-22 زنگ زده است. در آنجا به او پاسخ دادند که پوشیدن حجاب من است. نوبت دار با معامله خوب گفته است که پوشیدن حجاب من کرده شده است و این امر از بالا می باشد، خبر داد زن. اینچنین نرگس قربانوه گفت که پیشتر در یکی از دانشگاه ها زبان انگلیسی می آموزند است. 4 سال پیش هنگامی به پوشیدن حجاب شروع نمودم، مجبور شدم که از کار خالی شوم. حالا باشد خانه نشین هستم. در یگان وجه حجاب را به در نمی کنم، گفت او. باز ایلاوه کرده می گوید، از آدمان شنیدم که امروز در بازار پنجشنبه زنان ستردار را دستگیر نمودند. نمی دانم چی طور زندگی نمویم. به نزدیکی دختران همسایه هم برای ستر کردنشان به فشارها دوچار شده مجبور شدند برای زندگانی کردن به روسیه بکوچند. سنه 27 سپتامبر در رفت گذراندنی
86-مین جلسه جمع‌آمدی عمومی اینترپول که در شهر پکین جمهوری خلقی خطای ادامه دارد، واخوری وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده با نمایندگان وکیل ترکیه با سروری جانشینی وزیر کارهای داخلی ترکیه محمد ارس برگزار گردید. در رفتی واخوری طرفین برای همکاری های دو جانبه آیدی بازداد کردن شهروندان تاجیکستان که در ترکیه از رژیم رحمان پناهگاه یافتند بررسی نمودند. قید شده است که در مبارزه علیه گویا تروریسم و اکستریمیسم همکاری های طرفین در سطح بلند قرار دارد و در این سمت چاره‌بینی های دو جانبه گذرانیده شده ایستاده است. یادرس میکنیم که حالا در ترکیه شماره زیادی گریزه های سیاسی از تاجیکستان زندگی بسر میبرند که با سبب دینداری و سیاسی از طرف رژیم به تهدید سخت دچار گردیده مجبور شدن وطنشان را ترک نمایند.